اویان تا اومالا از حزب ائتلاف چپگرا در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور در خرداد ماه سال جاری با کسب بیش از 51% آرا بر خانم کیکو فوجیموری پیروز و برای 5 سال به عنوان رئیس جمهور پرو معرفی شد. دکتر فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور کشور ما نیز به نمایندگی از طرف آقای احمدی نژاد در این مراسم شرکت کرد. حضور بنده در این مراسم تحلیل در حقیقت اعلام دوستی، همکاری، توسعه فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی اجتماعی بیشتره و تحولاتی که در آمریکای لاتین داره اتفاق میفته که به سمت استقلال، به سمت مشارکت گسترده مردم در فعالیت‌های مختلف میرن. فکر می‌کنم تجارب و دستاوردهایی که ایران داره خیلی میتونه برای اینها مفید باشه. پیش از این در پرو رؤسای جمهور طرفدار آمریکا بر سر کار بودند، اما با پیروزی اومالو از حزب چپگرا میتوان شاهد تغییراتی در سیاست خارجی این کشور در تعامل بیشتر با کشورهای آمریکای لاتین به جای آمریکا بود. کشور پرو با 30 میلیون نفر جمعیت دارای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی قابل توجهی در میان سایر کشورهای منطقه به میزان 8.8% است. یوسف نادرلو، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کنگره ملی پرو، لیما.